بعدش هم تو استقلال یه مشکلی که هست، ببینید من از هوادارا خواهش میکنم بابا عاشق تیمتون باشین، عاشق نفر نباشین. بهترین بازیکنای این مملکت تو این تیم اومدن، این تیم رفتن. شما دنبال جواد زرینچه و نمیدونم حسن و حسین و این و اینا نباشین. چرا؟ عاشقشون باشین، دوستشون داشته باشین، ولی عاشق تیمتون باشین اول، نه عاشق اسم و اینا. شما مطمئن باشین تو استقلال از اون تاریخ اولش، من افتخار میکنم که عروسیم هم تو خونه تیمسار خسروانی گرفتم، این یه افتخاریه برای من. سال 70 از اون تاریخ استقلال، حالا آقای دانای علی دانایی فر خدا بیامرزی، حالا اونا رو کاری ندارم، خسروانی هم، ولی از بعد حالا سال 60 رو من میگم، از جواد زرینچه اگه بخواین اس ببریم تو استقلال که از جونش از مالش گذشته، اگه سه نفر باشن یه نفر اولش منم، نفر اولش منم، نه نفر دوم سوم. خیلی ها این تیم خیلی چیزا بردن، خیلی ها خونه گرفتن، زمین گرفتن، پول گرفتن، ولی جواد زرینچه یه مدیر عامل بیاد بگه من یواشکی بهش پول دادم، یه هوادار بیاد بگه من یواشکی بهش پول دادم، یه هوادار بیاد بگه جواد زرینچه به ما پول داده اینو هو کنیم، اینو فوش بدیم، یکی بیاد بگه جواد زرینچه به ما داده عکسشو بلند بزنیم. اصلا همچین چیزایی تو وجود من نیست و نخواهد بود، ولی خیلی ها شما میدونید تو استقلال این کارو کردن و به همه چی هم رسیدن، نوش جونشون، رفیقای من هم هستن، دوستشون هم دارم، عیبی نداره. ولی این آخرین حرفمه، ای خدا اون دنیا وجود داشته باشه، اون جایی که به ما ظلم کردن خودت جوابگو باشی، این دنیا من باهاشون کاری ندارم، حالشونو بکنن، چاکرشون هم هستم، نوکرشون هم هستم، با امید دیدار اون دنیا انشالله. حالا 10 سال دیگه است، 20 سال دیگه است، عمر با برکت داشته باشیم انشالله، 120 سال دیگه، ولی مطمئن باشیم 50 سال دیگه هممون اون دنیا همدیگر رو میبینیم و انشالله میبینیم که کیا خدمت کردن، کیا خیانت کردن. حالا بازیکنش، مدیرش، سرمربیش، مربیش، عاشق همه تون هستم، دوستتون دارم. من هر جا باشم استقلالی هم و به این استقلال افتخار میکنم.